خب تمرینای استاد یاریگل رو که انجام دادم، خوندم، اما یه سوالی هم استاد وکیل پرسیده بودن که هدایت شامل حال چه کسایی میشه؟ سوال قشنگی بود. باز کلمه هدایت و ضلالت توی قرآن اومده، هدایت و گمراهی، قابل تأمله، قابل توجهه. هدایت شامل حال چه کسانی میشه؟ قرار شد که بهش فکر کنیم. کیا گمراه میشن؟ بهش فکر کنیم. خوش به حال اونایی که اهل هدایتن و وای به حال اونایی که تو مسیر گمراهی حرکت میکنن. تو نماز دقت کردید میگیم خدای ما رو به راه راست هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم، راه کسایی که بهشون نعمت دادی. اینا رو باید بهش فکر کنیم. یعنی چی؟ خدا چجوری ما رو به راه راست هدایت میکنه؟ چجوری ما هدایت میشیم؟ و از این دست مسائل که تو قرآن اومده. امیدوارم از زنگ اول که استاد یاریگل درس دادن استفاده کرده باشید. زنگ تفریح بهتون خوش گذشته باشه. بریم سر کلاس درس استاد مسعود وکیل و با مفاهیم قرآن آشنا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همراهان عزیز برنامه شمسه سلام عرض میکنم، همچنین قرآن آموز عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم. خب عزیزان، به درس 11 از مجموعه دروس آموزش مفاهیم رسیدیم. این درس درباره ایمان و کفر هست. ببینیم قرآن کریم در مورد ایمان و کفر چه مطالبی رو با ما در میون میذاره. خب آماده هستی؟ پله پله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد. بریم اولین آیه مربوط به این درس رو ببینیم. بسیار خوب. خب امروز می‌خواستیم خواهش بکنیم که جناب آقای یگان برای ما این آیه رو تلاوت بکنن. سطر اول رو که خوندید وقف کنید، بعد سطر دوم رو بخونید. بچه‌ها هم خوب توجه کنن تا شبیه ایشون به صورت جمع‌خوانی آیه رو قرائت کنید. بفرمایید. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. احسن، بسیار خوب. خب های با هم دیگه بخونید. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. احسن، بسیار خوب. خب حالا بریم ببینیم که این آیه شریفه چه لغات جدیدی داره. خب چند تا لغت داریم، با هم دیگه اینا رو تمرین میکنیم. اولین کلمه آمنو یعنی چی؟ ایمان بیاورید. بچه ها قبلا هم یه کلمه دیگه داشتیم، آمنو. آمنو یعنی چی؟ ایمان آوردند. آفرین، بله. پس بچه ها اینو یاد بگیرید، شب اینا هم زیاد داریم. من میگم شما معنیشو بگید. آمنو، ایمان آوردند. آفرین، ایمان آوردند. آمنو، ایمان بیاورید. آفرین. این آهنگ تو ذهنتون باشه. فعلای دیگه هم شبیه اینه، بعدا که رسیدین تمرین میکنیم. خیلی ممنون. نور، همون نور، روشنایی. بله. ما یعنی چی؟ آنچه نیست. بله. این کلمه هم دو تا معنا داره، هم به معنی آنچه است هم به معنای نیسته. در بیشتر موارد از روی جمله بعد بفهمیم که این آنچه است یا نیست. بسیار خوب. بعدش خبیر. آگاه. بچه چه کلمه هم خانواده ای از خبیر براتون آشناست؟ اخبار. آقای یگان بفرمایید. اخبار، خبر. اخبار، خبر. بله درسته. خوب خیلی ممنون، خوبه. کلمه بعدی تعملون یعنی چی؟ انجام میدهید. آفرین. بچه تعملون چه کلمات هم خانواده ای داره؟ بلند، بله. عمل. آفرین. از همه ساده تر و روشن‌تر خود عمل. بعد حالا که عمل رو فهمیدیم دیگه چی میتونیم بگیم؟ باریکلا آقای حسینی. عامل دیگه چی؟ عوامل. عوامل، آفرین، جمعشه. بسیار خیلی ممنون، خیلی خوب بود. خب حالا که برام معنا میکنه، خب آقای
دادالله. خیلی ممنون. خب آی دادالله لطف کنید شما همین سطر اول رو معنا کنید، همونطور باز کلمه به کلمه معنا کنید، برید جلو. پس ایمان بیاورید. آفرین. به بله. خدا بله. و درسته؟ پیامبر او. باریکلا. پیامبر او. آفرین. و آفرین. نوری. درسته؟ نوری که نازل کردیم. انزلنا. نازل کردیم. نازل کردیم. آفرین. خیلی خوب بود. باریکلا. آقای دادالهی دانش آموز دوره ابتدایی هستن. خیلی خوب. آفرین. خب یک نکته این که الذی رو همه جواب بدید بچه‌ها. الذی معنی چی بود؟ کسی که و یا که. ببینید اینجا معنی شد و نوری که. دیگه نمیگیم نور کسی که. بسیار خوب. پس ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او و نوری که نازل کردیم. بچه‌ها منظور از نوری که نازل کردیم چیه؟ آقای رئیسی بفرمایید. قرآن. بله آفرین. خب قسمت اخیر آیه رو کی برامون معنا میکنه؟ آقای باقرزاده. بله. خیلی ممنون. خدا با آنچه انجام میدهید آگاه است. آفرین. شما که بلدی چرا قشنگ اعلام آمادگی کن. باریکلا. و خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است. بسیار خوب. خب حالا اگه اجازه بدید ما در واقع آیه رو هم یه بار معنیشو ببینیم که بینندگان عزیزمون اگه خواستن مجددا دقت کنن. پس ایمان بیاورید به خدا و پیامبر او و نوری که نازل کردیم. همچنین قسمت آخر آیه و الله به ما تعملون خبیر و خدا به آن چه انجام میدهید آگاه است. بسیار خوب. خیلی ممنون. بریم آیه بعدی. بسیار خوب. خب آقای یگان لطف کنید آیه رو بخونید، در پایان سطر اول وقف کنید و بعدم سطر بعدی. بچه‌ها هم دقت کنن، هماهنگ با هم دیگه بخونن. بفرمایید اول آقای یگان. يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أحسنت. فقد ضل ضلالا بعيدا. أحسنت. خب حالا همه با هم دیگه بخونید بچه‌ها. احسن. خیلی خوب. خب بریم ببینیم که واژگان جدیدمون در این آیه چیه. خب اینجا 6 تا کلمه جدید داریم. یک فر یعنی چی؟ کافر شود. کفر بورزد. بله بچه ها یک فر در واقع ریشهش اون اصلش چیه؟ همون چه کلمه یه؟ کفر. آفرین. خیلی عالی. بسیار خوب. کلمه بعدی کتب یعنی چی؟ کتاب ها. جمع چیه؟ کتاب. بچه ها دو تا کلمه دیگه درسای قبلی داشتیم که هم وزن و هماهنگ کتب بودن، اونا هم جمع بودن. کسی یادشه؟ رسول. بله آقای باقرزاده به زحمت بهشون بدید. خیلی ممنون. رسول بودش که به معنی رسول بود؟ رسول ها. رسول یعنی رسولان. بله رسولان. یکی دیگه چی؟ آقای حسینی. سبل جمع سبیل. آفرین. سبل. من میگم شما معنا کنید، همه با هم دیگه معنا کنید. سبل راه. آفرین. کتب کتاب ها. رسول پیامبران. آفرین ماشاءالله. خیلی عالی. کلمه بعدی دل یعنی چی؟ گمراه شد. بله. خب کلمه بعدی بله بله کلمه بعدی دلال یعنی چی؟ گمراهی. یه بار دیگه میگم دقت کنید، هی با هم جواب بدید. کلمه بعدی دلال گمراهی. آفرین. کلمه بعدی ملائکه فرشتگان. جمع چیه؟ ملک. جمع ملک. آفرین. بعید سخت. آفرین. حالا کی میخواد برامون آیه رو معنا کنه؟ آقای رئیسی. خب لطفاً میکروفون رو بگیرید. بله معنا کنید آقای رئیسی. و هر کس کافر شد به خدا و و فرشتگان او. آفرین. آفرین. و کتاب و پیامبران او. و کتاب یا
کتب و کتب او و کتب پیامبران او و پیامبران در روز آخر. بله. پس قد یعنی چی؟ قبلا خونده قطعا. آفرین. سخت گمراه شده است. آفرین. پس قطعا گمراه شده از سخت. ببینید این دلالن بعیدا، درسته که دلال یعنی گمراهی، ولی وقتی با این فعلش میاد دیگه همشو میگیم چی؟ سخت گمراه شده است. بسیار خوب. خب اجازه بدید که ترجمه آیه رو هم یک بار برای بینندگان عزیز نشون بدیم. بله، همونطور که مشاهده میفرمایید، هر کس کافر شود به خدا و فرشتگان او و کتابهای او. بچه کتابهای او منظور چیه؟ کتابهای آسمانی. آفرین آقای حسینی، کتابهای آسمانی و پیامبر او، البته و پیامبران او، چون رسول جمع رسول بود، و پیامبران او و روز آخرت. بله، قسمت بعد آیه. پس قطعا سخت گمراه شده است. خب از آیات امروز متوجه شدیم که در واقع آنچه که خداوند و قرآن ما رو دعوت میکنه به ایمان آوردن به اون، ایمان به خدا هست، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابهای آسمانی و پیامبران الهیه و ایمان به روز آخرته. اینها اساس ایمانه، یعنی در واقع ایمان به غیب، که در واقع به این وسیله هدایت اصلی انسانها فراهم میشه. امیدوارم که انشاءالله همه ما از هدایت الهی و آیات نورانی قرآن بهره‌مند باشیم و بتونیم از خواندن قرآن، فهمیدن اون لذت ببریم و اون رو در زندگی خودمون انشاءالله به کار بگیریم و مورد توجه قرار بدیم. خب عزیزان، به پایان برنامه رسیدیم. با یک صلوات زیبا برنامه رو به پایان ببرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه معلمای خوبی داریم ما، استاد یاریگل و استاد وکیل. دیدید چقدر خوب روحانی درس میدن، مفاهیم درس میدن؟ شما یاد گرفتین؟ مطمئنید؟ تمرین کردید؟ خب خدا رو شکر، با تمرین حتما یاد میگیرید. هر روز تو کلاس درس روحانی و مفاهیم حاضر بشید تو برنامه شمسه، همش 20 دقیقه است، یاد میگیرید قرآن رو، خیالتون راحت بشه، اصلا نگران نباشید، فقط کافی تو برنامه ما حاضر باشید. اگه نقطه نظری دارید به روابط عمومی شبکه قرآن اعلام بکنید. اگر هم نرسیدید برنامه ها رو ببینید در روزهای گذشته، حتما به سایت مراجعه بکنید و خلاصه برنامه ها رو تماشا کنید. خدای شکرت، من دارم قرآن یاد میگیرم، آروم آروم دارم با برنامه شمسه خیلی از مطالب قرآنی رو میفهمم و یاد میگیرم، دیگه میتونم قرآن بخونم. ببینید برنامه شمسه رو. خداحافظ.